حوالی دیماه سال 1395 دختری به اسم فاطمه به دنبال اینکه از طریق یکی از دوستاش با پسری به اسم صدرا آشنا شده بوده از اونجایی که صدرا مدام پیگیر اون بود و میخواسته با همدیگه وارد رابطه بشن برای همین هم بهش پا میده و یه مدتی با همدیگه حرف میزنند. فاطمه از این پسر توی این مدت خوشش میاد و باهاش وارد رابطه میشه و با همدیگه خیلی وقت میگذرونن فاطمه توی دانشگاه آزاد تبریز مشغول تحصیل بوده از هم تایم های بیکاری توی بوتیک لباس فروشی مشغول به کار بوده این دختر توی اون بوتیک کار میکرده و به واسطه همین بوتیک هم موفق میشه با دختری به اسم نیلوفر آشنا بشه توی این مدت زمان کم هم دوستی اونها به قدری زیاد میشه که با هم خیلی صمیمی میشن و فاطمه تمام جیکو پوک خودش رو به نیلوفر میگفته این دو نفر به قدری با هم صمیمی بودن که صاحب مجموعه برای اینکه اونها توی کار اخلالی به وجود نیارن فاطمه رو توی شیفتایی میذاشته که نیلوفر نبوده و اونها هم مجبور میشن تا خارج از شیفت کاری و موقعی که به بیرون میرن همدیگر رو ببینن. نیلوفر توی این بازه متوجه میشه که فاطمه وارد رابطه شده و با یه پسری در ارتباط و هر ازگاهی هم سه نفری با همدیگه به بیرون میرفتن. فاطمه دوست خودش رو به صدرا معرفی میکنه صدرا هم گویا یه رفیق داشته که سینگل بوده و با کسی توی رابطه نبوده برای همین هم از اونجایی که عکس نیلوفر رو به اون نشون داده بوده به همراه فاطمه تصمیم میگیرن تا محمد رضا و نیلوفر هم با هم وارد رابطه بشن این دو نفر همه تدارکات لازم رو انجام میدن و نه نیلوفر و نه محمد رضا در جریان ماجرا نبودن محمد رضا فقط در حد حرف راجع به این موضوع با صدرا حرف زده بوده و پیگیری نمیکرده اونها اما توی کافه قرار میذارن و به بهانه رفتن به بیرون محمد رضا و نیلوفر رو به اونجا میکشن محمد رضا وقتی نیلوفر رو توی کافه میبینه دست و پاشو گم میکنه و نیلوفر هم با دیدن اون کمی خجالت زده میشه گویا اونها از هم دیگه خوششون اومده بوده و به واسطه صدرا و فاطمه با هم وارد رابطه میشن نیلوفر از زمانی که با محمد رضا درگیر رابطه عاطفی میشه ارتباطش رو با فاطمه کمی سرد میکنه و همین موضوع هم عجیب به نظر میومده گویا خود محمد رضا چنین درخواستی داشته و حاضر نبوده که نیلوفر زیاد با فاطمه بگرده موضوع اصلی که اینجا وجود داشته این بوده که گویا فاطمه بعد از اینکه متوجه میشه صدرا دوستی به اسم محمد رضا داره بعد از اینکه اون رو ملاقات میکنه یه دل نه صد دل عاشق این پسر میشه و نمیتونه به صدرا چیزی بگه از طرفی توی این مدت هم مدام سعی بر این داشته تا با محمد رضا ارتباط بگیره و موضوع رو باهاش در اما محمد رضا به هیچ عنوان حاضر به حرف زدن با فاطمه نبوده همین قضیه هم باعث شده بوده تا محمد رضا نسبت به فاطمه حس بدی پیدا بکنه و عموما چه قبل از اینکه نیلوفر وارد زندگیش بشه و چه بعد از اینکه ارتباطش با نیلوفر رابطه چندانی با این دختر نداشته خود صدرا بارها سر این قضیه با محمد رضا بحثش شده بوده اما محمد رضا موضوع رو به اون نگفته بوده و به همین حد کفایت میکنه و میگه که احساس میکنه که فاطمه مواقعی که اون پیش اوناست معذبه برای همین هم دوست نداره تا همراه با اونها به بیرون بره محمد رضا اما این موضوع رو با نیلوفر در میذاره و ماجرا رو به اون میگه نیلوفر هم بعد از اطلاع از این قضیه از اونجایی که از محمد رضا خوشش اومده بوده و یه جورایی بهش علاقه‌مند شده بوده برای اینکه اجازه نده فاطمه توی رابطه اونا دخالت بکنه و سعی بر این بکنه که رابطه اونها رو به هم بزنه دوستیش رو با این دختر کمی سرد میکنه فاطمه خودش هم از این قضیه مطلع شده بوده و سعی بر این داشته تا یه جورایی سوء تفاهمی که به وجود اومده رو از بین ببره چرا که حالا دوست صمیمیش نیلوفر با محمد رضا وارد رابطه شده و این قضیه هم توی نگرش اون تاثیر گذاشته صدرا اما به هیچ عنوان توی این مدت از این قضیه در جریان نبوده و نه محمد رضا و نه نیلوفر و نه خود فاطمه راجع به این موضوع با اون حرف نزده بودند اما خودش یه بوهایی برده بوده و دو سه باری با محمد رضا و نیلوفر غیر مستقیم حرف زده این پسر هم به نوبه خودش زرنگ بوده و سعی بر این داشته تا از زیر زبون اونها حرف بکشه و یه جورایی میخواسته که نیلوفر یا محمد رضا بگن که موضوع چیه که اونها توی این مدت بعد از اینکه وارد رابطه شدن ارتباطشون رو با این دو نفر تا حدودی سرد کردند. این موضوع به قدری برای اونها اذیت کننده میشه که صدرا و فاطمه تصمیم میگیرند تا برای از بین بردن کدورت و یا سردی احتمالی تدارک سفر شمال رو بچینن اما متاسفانه توی این مدت برادر نیلوفر گوی از ماجرای ارتباط نیلوفر با این پسر یعنی محمد رضا مطلع میشه و توی خونه اونها جنجال عجیبی به پا میشه پدر نیلوفر بعد از اینکه برادرش موضوع رو برای اون تعریف میکنه از اون از جایی که یه آدم متعصب سنتی بوده توی خونه جنجال به پا میکنه و این دختر رو تا حد مرگ کتک میزنه دوتا دایی نیلوفر از اونجایی که آدمای امروزی تری بودن نیلوفر رو از دست پدرش نجات میدن این دختر توی خونه تو روی پدرش میسته می و میگه به هیچ عنوان قبول نمیکنه که ارتباطش با پسری که باهاش دوست شده رو قطع بکنه نیلوفر در رابطه با این قضیه به دایی خودش میگه که محمد رضا رو دوست داره و تا زمانی که اون به لحاظ موقعیت اجتماعی و مالی شرایطش بهتر بشه کنارش میمونه تا با همدیگه بتونن ازدواج بکنن دایی های این دخترم با هزار مکافات موفق میشن تا پدرش رو راضی بکنن و اون کاری به کار نیلوفر نداشته باشه این پدر اما میکنه و حرف خودش رو میزنه و میگه اجازه نمیده دخترش با پسر غریبه در ارتباط باشه با اصرار مادر نیلوفر اما پدر اون کمی نرم میشه و دیگه توی این ماجرا دخالتی نمیکنه بعد از گذشت مدتی اما صدرا از اونجایی که سعی داشته تا به همراه بقیه یه دور همی چهار نفری برن توی شمال برای چند شب یه ویلا اجاره میکنه و موضوع رو به فاطمه میگه اونها قضیه رو با نیلوفر و محمد رضا در میون میذارن و دخترها بعد از اینکه به بحانه های مختلف از خانواده هاشون اجازه میگیرن به همراه این دو تا پسر راهی شمال میشن فاطمه خود شخصا به خونه نیلوفرینا میره و به پدر و مادر اون میگه که نیلوفر قراره به همراه اون و چند تا دختر دیگه که همکلاسی دانشگاه هستن و توی محل کار رفیق شدن به شمال برن پدر نیلوفر باز هم مخالفت میکنه اما دایی ها و مادرش این اجازه رو میدن چند شب از خوشگذرانی محمد رضا و صدرا و فاطمه و نیلوفر توی شمال سپری میشه تا اینکه روز آخر متاسفانه اتفاقات هولناکی برای این جمع میفته گویا فاطمه از این سفر دنبال خواسته های شیطانی خودش بوده و روز آخر هم این کار عملی میشه صدرا و محمد رضا روز آخر حوس قلیون میکنن فاطمه اصرار میکنه که قلیون رو خودش میخواد آماده بکنه و این دو نفر هر کاری میکنن اون قبول نمیکنه اما مثل اینکه این دختر از تنباکوی متفاوتی برای قلیون محمد رضا استفاده میکنه فاطمه دو تا قلیون آماده میکنه و خودش به همراه صدرا میشینه و قلیون میکشه و محمد رضا هم با دوست دخترش با هم یکی دو ساعت که از این موضوع میگذره را حوس دریا میکنه و تصمیم میگیره به دریا بره اما داخل خونه اتفاقات عجیبی میفته محمد رضا به همراه دوست دخترش نیلوفر به یکی از اتاقهای طبقه بالای ویلا میرن و اونطور که مشخصه گویا به لحاظ جنسی تحریک شدن گویا فاطمه کار خودش رو کرده بوده و از تنباکویی که تحریک کننده نیاز جنسی بوده استفاده کرده محمد رضا به همراه دوست نیلوفر توی اتاقش با همدیگه مشغول رابطه اما گویا فاطمه بیتابی میکرده و هدفش از این نقشه این بوده که بتونه خودش هم با محمد رضا توی خونه در حالی که صدرا به کنار دریا رفته بوده رابطه برقرار بکنه یک ساعتی از رابطه گه این دو نفر میگذره تا اینکه محمد رضا از داخل اتاق به بیرون میاد و به همون میره اما نیلوفر توی اتاق خوابیده بوده فاطمه سعی میکنه تا وارد همون بشه اما محمد رضا این اجازه رو بهش نمیده این پسر تصمیم میگیره تا به سمت دریا بره فاطمه بهش اصرار میکنه و نهایتا اون هم کنار محمد رضا سوار ماشین میشه و با هم به لب دریا میرن اما توی ماشین این دختر بیکار نمیشینه و بالاخره زهر خودش رو میریزه فاطمه توی ماشین مدام سعی میکنه تا محمد رضا رو مجددا تحریک بکنه ازش میخواد تا با همدیگه معاشقه بکنن محمد رضا هم که توی این مدت حسابی اذیت شده نمیتونه دیگه مقاومت بکنه و توی ماشین از اونجایی که میل جنسیش گویا بالا بوده بالاخره با این دختر وارد رابطه میشه و صدرا که در حال برگشتن از دریا بوده خیلی اتفاقی متوجه موضوع میشه و درگیری شدیدی بین اونها به وجود میاد صدرا به محض اینکه کنار ماشین میرسه متوجه حضور دو نفر داخل ماشین میشه اولش فکر میکنه که غریبا اما وقتی به داخل ماشین توجه میکنه متوجه میشه دختری که داخل ماشین فاطمه است سری در ماشین رو باز میکنه و با محمد رضا درگیر میشه صدرا گویا همراهش چاقو داشته و با چاقو به جون محمد رضا و فاطمه میفته و نمیتونه خودش رو کنترل بکنه این دو نفر رو مجروح میکنه بعد هم که اوزا بیخ پیدا میکنه سری از اونجا فرار میکنه و مشخص نبوده که به کجا رفته حال محمد رضا و فاطمه اما وخیم بوده و اهالی اون منطقه بعد از اطلاع از ماجرا سریعا با نیروهای آمبولانس تماس میگیرند و این دو نفر رو به بیمارستان منتقل میکنن محمد رضا و فاطمه خوشبختانه نجات پیدا میکنن و بعد از اینکه دو هفته توی بیمارستان بستری بودن مرخص میشن و بالاخره به تبریز برمیگردن این در حالی بوده که نیلوفر بعد از اطلاع از این قضیه و ملاقات این دو نفر به دلیل اینکه خانوادهش پیگیرش بودن به تبریز برمیگرده مدتی از این ماجرا میگذره اما هنوز اختلاف و دعوای محمد رضا و صدرا به پایان نرسیده بوده که حدود دو ماه بعد از این ماجرا محمد رضا در حالی که نیلوفر هم از قضیه مطلع شده بوده و رابطهش رو با اون به پایان رسونده به همراه خواهرش در حالی که وضعیت چندان مناسبی نداشتن به اداره آگ مراجع مراجعه میکنن و در اظهارات جنجالی خودشون به مامورای آگاهی میگن که متاسفانه در یک دور همی توسط شش نفر مورد ضرب و جرح قرار گرفتن و بعد هم به اجبار اون شش نفر محمد رضا برادر نگین بدون اینکه چهره خواهرش رو ببینه به اون تجاوز کرده و بعد از اینم که متوجه شده اون خواهرشه نتونسته دووم بیاره محمد رضا در اظهارات خودش در تشریح ماجرا توی اداره پلیس به مامورا میگه من اون شب به دعوت یکی از دوستام که خیلی وقت بود با همدیگه ارتباط نداشتیم به اون مهمونی رفتم اصلا در جریان این نبودم که اون با صدرا دوست شده و با همدیگه صمیمی هستن اما گویا صدرا از فرهاد استفاده کرده بود تا من رو به اونجا بکشه توی این دو ماهی که ماجرای شمال ما اتفاق افتاده بود صدرا مدام به دنبال این بود تا هر بلایی که دلش میخواد رو سر من بیاره واقعیتش من اشتباه کردم که توی شمال نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و به درخواست فاطمه آره گفتم و بعد از اون ماجرا دوست دختر خودم هم ازم جدا شد و فاطمه هم چند روزی مدام پیگیر این بود تا با من وارد رابطه بشه و اصلا براش اهمیتی نداشت که صدرا از ماجرا مطلع شده اما من چنین اجازه ای ندادم و تصمیم گرفتم با هر سه نفر رابطم رو قطع کنم ماجرا اما به همینجا ختم نشد من هر چقدر توی این مدت به صدرا توضیح دادم که مقصر ماجرا من نبودم اما اون به هیچ عنوان به کتش نمی رفت و می گفت تو به ناموس من دست کردی و من کاری می کنم که به ناموس خود دست رازی کنی محمد رضا در حالی که میکنه میگه اون شب بعد از اینکه به مهمونی رفتم متوجه شدم که غیر از من چهار پنج نفر دیگه هم هستن که همگی پسر بودن اواسط مهمونی بود که من به همراه دوستم فرهاد نشستیم و با هم مشروب خوردیم کمی که گذشت خیلی اتفاقی من متوجه شدم که یه نفر وارد مهمونی شد خونه برای فرهاد بود این پسر از لحاظ مالی وضعیت خیلی خوبی داشت و هر از گاهی از این دور همیها برگزار میکرد خیلی مدت ها پیش من به همراه صدرا خودم چند باری به مهمونی فرهاد اومده بودم اون شب اما اون فردی که داخل خونه شد وقتی به من نزدیک شد من متوجه شدم که صدراست حال چندان مناسبی نداشتم مشروب من رو گرفته بود و یه جورایی مست کرده بودم صدرا اومد نشست کنار من و شروع کرد به اذیت کردن من مدام گوشم و میکشید و توی گوشم میگفت که امشب وقتشه که تقاس پس بدی من نمیدونستم که داره چی میگه و سعی کردم که ازش فاصله بگیرم اما اون این اجازه رو به هم نداد و با هم درگیر شدیم وسط این درگیری سه چهار نفری که توی مهمونی بودن به سمت ما اومدن و من اولش فکر کردم که میخوان ما رو از همدیگه جدا کنن اما گویا همشون آدمای صدرا بودن و به سمت من حمله کردن و تا می خوردم کتکم زدن من نمیدونستم که این موضوع چیه اما مثل اینکه اونا با خودشون یه دختر گرفته بودن و به داخل خونه آورده بودن دو نفر از دوستای صدرا توی اتاق اون دختر رو به زور نگه داشته بودن و اجازه نمیدادن که به بیرون بیاد از طرفی بهش دست درازی کرده بودن و اذیتش کرده بودن من بعد از اینکه حسابی کتک خوردم اونا اون دختر رو در حالی که لباساشو رو درآورده بودن و روی صورتش پارچه کشیده بودن پیش من آوردن و با چاقو تهدیدم کردن و مجبورم کردن تا بهش تجاوز کنم من حال چندان مساعدی نداشتم اما میل جنسی بالا بود و مشخص بود که توی مشروب وسایل ریختن با دیدن بدن اوریان اون دختر تحریک شدم و به خواسته اون شش نفر عمل کردم و جلوی چشم اونها اون دختر رو روی تخت خوابوندم و بهش تجاوز کردم سر اونا گرم بود همینطور داشتن به من نگاه میکردن و میخندیدن منم یک آن سری دستم رو به سمت سر اون دختر بردم کنجکاو بودم نمیدونستم که اون کی و صداش هم در نمیومد پارچه رو که کنار کشیدم چیزی که دیدم باورم نمیشد حالم خیلی بد شد من از شدت عصبانیت از هوش رفتم یه جورایی تشنج کرده بودم اونا ترسیده بودن و فکر کردن که من زنده نمیمونم برای همین هم شش نفری ما رو به یکی از ماشینهاشون منتقل کردن و بعد هم من و خواهرم رو توی های سمت میدون آذربایجان رهامون کردن اون شب همینطوری اونجا مونده بودیم و به همراه خواهرم همینطور داشتیم گریه میکردیم بعد هم تصمیم گرفتیم با همدیگه به اداره پلیس بیایم و ماجرا رو برای شما تعریف کنیم. محمد رضا از صدرا دوست شکایت میکنه و درخواست اشد مجازات داره. خواهر محمد رضا اما میگه فرهاد رو دورادور میشناخته و میدونسته که دوست صمیمی محمد رضا نگیم میگه اون روز فرهاد به سراغ من اومد و گفت که محمد رضا اون رو فرستاده تا اون رو پیش داداشش ببره نگیم میگه من هر چقدر زنگ زدم به داداشم گوشیش در دسترس نبود و ناچاران قبول کردم و سوار ماشین اون شدم با همدیگه راه افتادیم واقعیتش اون روز قرار بر این بود که من به همراه برادرم برای خرید لباس به بازار بریم اما فرهاد منو جای دیگه ای برد بعد هم دو نفر دیگر رو سوار ماشین کرد و اونها دست و پای منو گرفتن و با یه دستمال بیهوشم کردن و وقتی به هوش اومدم دیدم که داخل یه اتاقم لباسی به تن ندارم و دو نفر هم بالا سرم ایستادن بعد از چند دقیقه هم اونها من رو در حالی که روی سرم پارچه کشیده بودن و دهنم رو بسته بودن به بیرون بردن من بیرون از اتاق وقتی صدای محمد رضا رو شنیدم فهمیدم که اونجاست هرچقدر دست و پا زدم تا بفهمه که منم اما متاسفانه هیچی نفهمید در حالی که نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته روی تخت دراز کشیدم و یه نفر با من مشغول رابطه شد تو همین حال وقتی اون شخص پارچه رو از روی صورتم زد کنار من وقتی دیدم که برادرم در حال رابطه با منه حالم به قدری بد شد که از حال رفتم بعد هم اون نامردا ما رو به بیرون از خونه منتقل کردن و الان هم اینجا هستیم پلیس اما بعد از ثبت اظهارات محمد رضا خواهرش سریعا اقدامات لازم رو انجام میده و مشخصات هر شش نفر رو و محلی که این بلا سر اونها اومده بوده رو از محمد رضا میگیره مامورا موفق میشن تا دو نفر از اون شش نفر رو دستگیر بکنن و خونه ای که این اتفاق برای اون افتاده بوده رو پلم میکنن از طرفی پلیس به دنبال صدرا و فرهاد بوده که گویا این دو نفر مخفی شدن و مامورا تا دو هفته نمیتونن هیچ نشونه ای از اونها پیدا بکنن تا اینکه خیلی اتفاقی مامورای استان آذربایجان شرقی در حالی که این دو نفر در جاده ما بین میانه و تبریز بودند توسط پلیس شناسایی میشن و بعد هم به اداره منتقل میشن دو نفر دیگه هم که توی این ماجرا دست داشتن به کمک نیروهای یگان ویژه شناسایی و بازداشت میشن و پلیس موفق میشه هر شش نفر رو بازداشت بکنه مامورا از این افراد میخوان که به همه چیز اعتراف کنن فرهاد توی اظهارات خودش در حالی که گریه میکنه میگه به هیچ عنوان توی ماجرا هیچ دخالتی نداشته و این صدرا بوده که با پیگیری های مداوم از اون میخواسته تا به اون کمک کنه فرهاد میگه صدرا گویا توی شمال درگیر موضوعات عجیبی شده بوده و محمد رضا خواسته یا ناخواسته با دوست دختر اون رابطه نامشروع برقرار کرده بوده و این شخص هم این ماجرا رو دیده بوده برای همین هم به دنبال این بوده تا محمد رضا یه جورایی همون جوری که به ناموس صدرا دست کرده به ناموس خودش دست کنه و با این کار سعی داشته تا یه جورایی محمد رضا رو شرمنده خودش و خ... خانوادهش بکنه صدرا اما توی اداره پلیس در حالی که تحت بازجوی های تخصصی قرار گرفته توی اظهارات خودش میگه هر کاری کردم نتونستم محمد رضا رو ببخشم اون با ناموس من بازی کرده بود در حالی که من عاشق فاطمه بودم با اون جلوی چشم من توی ماشین مشغول برقراری رابطه و معاشقه بود من نمیتونستم این قضیه رو تحمل بکنم و اونجا بعد از اینکه بهشون حمله کردم با چاقو زخمیشون کردم بعد از یه مدت متوجه شدم که جون سالم به در بردن و همچنان زندن اونا با وجود اینکه من مجروحشون کرده بودم ازم شکایت نکردن اما من به هیچ عنوان آروم نگرفته بودم و تصمیم گرفتم تا کاری کنم که محمد رضا تا عمر داره فراموش نکنه و همیشه شرمنده خودش و خانوادهش باشه تصمیم گرفته بودم تا اونو یه جوری با خواهرش بخوابونم و اون در حالی که نمیدونه به خواهرش تجاوز بکنه موضوع رو با فرهاد در میون گذاشتم فرهاد حاضر به کمک کردن بهم نبود میگفت از قدیم با محمد رضا یه رفاقتی داره اما رفاقت من و فرهاد بیشتر از این حرفا میارزید و اون بالاخره قبول کرد و خونش رو در اختیار من قرار داد دو سه نفر دیگه از دوستامون رو هم صدا کردیم تا بهمون به کمک بکنن اون روز کلی استرس داشتم میترسیدم که نقشه‌ای که کشیدم عملی نشه اما خوشبختانه هر کاری که دلم خواست رو انجام دادم بعد هم محمد رضا خواهرش رو از توی خونه به بیرون اطراف میدون آذربایجان رها کردم این پسر میگه از قبل ویلای فرهاد رو ما هماهنگ کرده بودیم و همه چیز هم برنامه ریزی شده بود دوتا از دوستامون رو فرستاده بودیم تا خواهر محمد رضا رو با خودشون بیاره همین اتفاق هم افتاد فرهاد از اون جایی که نگین رو میشناخت و نگین هم اون رو میشناخت تونسته بود تا اون رو سوار ماشین بکنه و بعد هم بیهوشش کرد و به خونه آورد دوتا از دوستامون به اون توی خونه از اونجایی که خوششون اومده بود داخل اتاق باهاش رابطه برقرار کردن و یه دل سیر باهاش خوابیدن بعد از اون هم که محمد رضا توی خونه بود و خبر نداشت که خواهرش اونجاست وقتی من وارد خونه شدم متوجه شد که اونجا قضیه‌ای وجود داره و قرار اتفاقاتی رخ بده با من درگیر شد اما دوستام دست و پای اون رو گرفتن و تا میتونستیم اون رو کتک زدیم بعد از اینم که حسابی اذیتش کردیم من به بچه‌ها گفتم تا خواهرش رو بیارن اون اون هنوز در جریان ماجرا نبود و اون رو اونجا مجبور کردیم تا با اون دختری که جلوش خوابوندیم رابطه برقرار بکنه و بهش گفتیم اگه این کار رو انجام بده رهاش میکنیم اولش حاضر به انجام این کار نبود و مقاومت میکرد و میگفت من نمیدونم که این دختر کیه و شما صورتش رو پوشوندین و اجازه نمیدین اون حرف بزنه اما ما مجبورش کردیم به قدری با چوب کتکش میزدیم که بالاخره قبول کرد بعد از این هم که این کارا رو انجام دادم و اونها رو رها کردم چند روزی مخفی شدم تا آبا از آسیا بیفته اما متاسفانه شرایط جوری که میخواستم پیش نرفت توی این مدت به همراه فرهاد یه جای خوب مخفی شده بوده حدس میزدم که محمد رضا بازم ازم شکایت نکنه اما این بار قضیه فرق کرد و الان هم اینجا هستم پلیس سارات این فرد رو هم یادداشت میکنه مامورا تحقیقات و بررسی های خودشون رو تکمیل میکنن و بعد هم پرونده به دادگاه فرستاده میشه در این بین گزارش پزشکی قانونی هم تکمیل شده بوده و تحویل قاضی داده میشه و توی گزارش هم تایید میشه که متاسفانه به این دختر به طرز فجیعی تجاوز شده بوده قاضی پرونده هم شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو به طور دقیق بررسی میکنه صدرا و پنج متهم دیگه توی اداره پلیس در جایگاه حاضر میشن و به اون چه که انجام دادن اعتراف میکنن صدرا توی دادگاه اعتراف میکنه که همه تقصیرها گردن اون بوده و پنج نفر دیگه هیچ تقصیری نداشتن قاضی پرونده اما با توجه به اینکه محمد رضا و خواهرش درخواست اشد مجازات رو داشتن و از طرفی هم نمیشه که ثابت کرد که چند نفر از اونها به این دختر تجاوز کرده بودند و این قضیه قابل اثبات نبوده برای همین هم در نهایت صدرا و فرهاد رو به جرم آدم سوءاستفاده استفاده اخفال تلاش به ترویج فحشا به 25 سال حبس و پرداخت خسارت و چهار نفر دیگر رو هم به جرم همکاری با این دو نفر هر کدوم رو به دو تا 8 سال حبس محکوم میکنه این در حالی بوده که محمد رضا و نگین با توجه به آسیب های روحی که دیده بودن با کمک دادگاه راهی مشاوره میشن تا حالشون کم از بهتر بشه دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط با آخرین جزئیات ماجرای مردیه که در اثر مصرف مواد باعث میشه تا توهم بزنه و این وسط بلاهای خیلی بدی سر پسرش میاره رو تماشا بفرمایید